پرانستل شي. نکنون رئیس جمهور غنی وارد لوی جرگه خیمه مشورتی صلح شده و قرار است تا دقایق بعدتر سخنرانی‌های درباره لوی جرگه مشورتی صلح داشته باشه. حدود 3000 تن به لوی جرگه مشورتی صلح از اقشار مختلف جامعه اشتراک کردند و حدود صلح را و همچنان و رهنمای صلح را به خاطر صلحی که با طالبان از قرار صورت بگیره گفتگو خواهد شد در این جرگه مشورتی و تقریبا 50 کمیته در این جرگه مشورتی شکل گرفته که کارهای خود را انجام خواهد دادن در رابطه با و تا در پایان هم و در پایان این جرگه تمام تصاویمی که گرفته شده همگانی خواهد شد. همان اکنون مهمان ها و تمام کسانی که به لوی جرگه مشورتی صلح دعوت شدن همگی به خیمه لوی جرگه صلح حاضر شدن و همچنان تمام نمایندگان 34 ولایت هم در جرگه فعلا حضور پیدا کردن و تا دقایق بعد هم لوی جرگه مشورتی رسما از طرف رئیس جمهور غنی افتتاح خواهد شد و با هم شاهد سخنرانی های رئیس جمهور غنی در جرگه مشورتی صلح خواهم بودیم. تا دقایق دیگر لوی جرگه مشورتی صلح افتتاح میشه. همون اکنون هم رئیس جمهور غنی به خیمه لوی جرگه مشورتی صلح رسیده و تمام نماینده ها از 34 ولایت تمام مهمانان در لوی جرگه مشورتی صلح حضور پیدا کردند تا دقایق دیگر رسما لوی جرگه مشورتی صلح از سوی رئیس جمهور غنی افتتاح میشه و در لوی جرگه مشورتی 50 کمیته وجود داره که و تمام روی تمام موضوعاتی که لوی جرگه در این لوی جرگه مشورتی بحث میشه در پایان این جرگه و تمام این موارد ها همگانی خواهد شد. همون اکنون قسمی که شما در تصویر میبینید تمام مهمان ها حاضر هستند و مهمان ها در چک ها سر جایشان نشستن و همچنان منتظر ازی هستند که جرگه از سوی رئیس جمهور افتتاح شود و رئیس جمهور غنی به سخنرانی بپردازه. همون اکنون رئیس جمهور داخل خیمه لوی جرگه مشورتی صلح شده تا دقایق دیگر سخنرانی رئیس جمهور و همچنان سخنرانی بعض چهره های مهم دیگر آغاز خواهد شد و همچنان تمام نماینده ها تمام مردم به خیمه لوی جرگه مشورتی حضور دارند، دعوت شدند. از 34 ولایت تمام نماینده ها هم رسیده و قرار است تا چند دقایق دیگر رئیس جمهور غنی سخنرانی خود را آغاز بکنه و همچنان تدابیر شدید امنیتی هم اتخاذ شده و در تمام فعلا هم تمام جاده ها و سرک های کابل مسدود می باشه. تدابیر بسیار شدید به خاطر برگزاری جرگه مشورتی از چند روز پیش گرفته شده بود و همچنان امروز هم تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده در تمام شهر کابل و تا چند لحظه دیگر هم لوی جرگه مشورتی از سوی رئیس جمهور غنی افتتاح می شه و همچنان رئیس جمهور غنی با سخنرانی میپردازه. بعد از او رئیس جرگه مشورتی از سوی رئیس جمهور غنی معرفی خواهد شد و در جرگه و رئیس جرگه مشورتی تمام اداره و کنترل جرگه مشورتی را به دوش خواهد شد و موارد اساسی و کلیدی که در جرگه مشورتی بحث میشه همچنان در ختم جرگه مشورتی همگانی خواهد شد و تعیین خطوط سرخ برای گفتگوهای صلح با طالبان و همچنان
رهنمودی که بر اساس از حکومت افغانستان به طرف گفتگوهای صلح با طالبان در حرکت خواهد بود روشن خواهد شد. تا دقایق دیگر ما شما شاهد سخنرانی رئیس جمهور غنی خواهد بودین و همچنان و رئیس جمهور غنی در جرگه مشورتی در مورد چند مورد مهم اساسی صحبت خواهد کرد. یکی اینکه نامزدان رئیس جمهوری گفته بودند که رئیس جمهور در پی پیکار انتخاباتی است. حال رئیس جمهور صحبت خواهد کرد که در این مورد هم اشاره خواهد داشت که آیا واقعا این جرگه جرگه مردمی است و اینکه یک جرگه انتخاباتی خواهد بود و که ساخت یک چارچوب و صلح برای گروه طالبان خواهد بود. کوتاه میگیریم، بعد از برنامه کوتاه دوباره برمیگردیم. بغلان هم شاهد در کنبا با پروسه صلح پیوندن و شب گذشته گروه طالبان